کارل مارکس در 5 مه 1818 در شهر تریر در ایالت راین پروس متولد شد. در 17 سالگی دبیرستان را به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش حقوق و فلسفه عازم دانشگاه کلن و سپس برلین گردید. این دوره است که آلمان آبستن تحولات سیاسی است. مارکس در 1841 دانشگاه را با مدرک دکترا به پایان رساند. وقتی که مارکس تحصیلات دانشگاهی را به پایان رساند، کار خود را با روزنامه نگاری آغاز کرد. گروهی از نمایندگان بورژوازی رادیکال ایالت راین در تدارک انتشار یک ارگان سیاسی بودند. به مارکس پیشنهاد شد که مقالاتی برای این نشریه بنویسد. اندکی بعد سردبیر راینیش تایتونگ شد و آن را با موازعی رادیکال انتشار داد. در اینجا وی مقالات متعددی به ویژه در نقد نظم استبدادی فئودالی پروسی و محکومیت سانسور نوشت. مارکس در پاییز 1843 یکی از آثار معروف خود مسئله یهود را در مجادله با برونو باور یکی از هگلی‌های جوان نوشت. در این اثر در همان حال که اهمیت جدایی دین از دولت و رهایی سیاسی انسان توضیح داده می شود، رهایی سیاسی به نقد کشیده می شود و محدودیت های آن برملا می گردد. مسئله رهایی انسان در بعدی اجتماعی مطرح می شود. مارکس در اواخر سال 1843 به فرانسه رفت و در پاریس اقامت گزید. در اینجا بود که با شرکت در جلسات بحث کارگران و محافل سوسیالیست در بطن جنبش کارگری قرار گرفت و در همین نقطه است که گرایش او به کمونیسم شکل قطعی و نهایی به خود می‌گیرد.